من چیکار کنم گناه نکنم؟ چیکار کنم از خدا حساب ببرم؟ برای دینداری قدم اول اینه که افراد رو اهل برنامه ریزی بار بیاری، اهل تدبیر بار بیاری. اول یه چیزی براش جا بندازی، ما باید منظم باشیم. نه تنها منظم باشیم، بلکه باید برنامه ریزی بکنیم برای اینکه بتونیم زندگی خودمون رو اداره کنیم. مکرر گفتن روایات در این باب به ما توصیه کردن اول ادب، اول ادب. اینکه صد بار خدا رو برام اثبات میکنی بازم حرفشو گوش نمیکنم، معادم اثبات میکنی، چیزای دیگه هم اثبات میکنی، بازم اطاعت نمیکنم، چون من نفسم چموش شده، من نمیتونم حرف گوش کنم، من با ادب بار نیومدم. ما برای این که کسی رو متقاعد کنیم به گناه نکردن، قدم اول باید متقاعدش بکنیم به این که بدون برنامه نمیشه زندگی کرد. بدون برنامه نمیشه زندگی کرد. بی برنامه یعنی منفعل. منفعل تا لگد بهش نزنی بلند نمیشه. خدا هم که جهنمو نیاورده الان لگد بزنه که، گذاشته عقب. خب این نمیشه، این کارو نمیکنه، چون فقط با لگد بلند میشه. بابا این اصلا شاکله روحیش یه زندگی بی برنامه داره. هر موقع مجبور بشه، هر موقع تهدید بشه، هر موقع تشویق بشه، هر موقع آبالا سر داشته باشه، اصلا بلد نیست با برنامه زندگی کنه. هی جهنمو میکنی تو چشم، این فایده نداره. این جهنم الان که نیستش که بعدنه. بعد آدم بی ادب، آدم بی برنامه برای جهنم آینده تکون نمیخوره. این با لگد تکون میخوره. آدم بی برنامه برای جهنم آینده تکون نمیخوره. این با لگد تکون میخوره. بچه‌م نماز نمیخونه، چیکار کنم نماز بخونه؟ من اصلا گیج میشم، نمیدونم باید چیکار کنم الان. از کجا شروع کنم آخه؟ شما عنصر کلیدی حیاتی زندگی بچت که ادب هست بهش یاد دادی؟ بی ادب غذا میخوریم، بی ادب سلام علیک میکنیم، بی ادب میخوابیم، بی ادب پا میشیم، بی ادب راه میریم، بی ادب لباس میپوشیم، بی ادب بی ادب بی ادب. خب اگه نه با ادب بچت رو تونستی با ادب بار بیاری؟ آدم با ادب اضافه کردن یکی دو تا ادب در بین آداب براش کاری نداره. این نسبت به همسایه این آداب رو رعایت میکنه، نسبت به خواب و بیداری، نسبت به اتاق خودش، نسبت به نمیدونم همه چی داره این آداب رو رعایت میکنه. دو تا ادب هم اضافه کن، اون براش سخت نیست. اون میگه چیکار کنم؟ ادب نسبت به پروردگار رعایت بکن. میگه چیه؟ اینجوری وایسا بگو الله اکبر، 5 دقیقه تکون نخور، سجده، رکوع، بلند شو، با این ادبش میفهمه، اجرا میکنه، کاری براش نداره. اونی که براش سخته ادب تو اون خونه انگار نیست. مهربونی هست، ادب نیست. اعتقاد به خدا هست، ادب نیست. معنویت هست، ادب نیست. با اینا کار را نمیفته. من اصلا کاری به این ندارم رقص حرامه یا نه، ترانه های مبتذل مبتذل هستن یا نه، مسائل جنسی رو از چه سالی باید به خورده بچه ها داد، به حجاب و به خیلی از این مقوله ها کاری ندارم. آدم هایی که ادب رو تو دبستان نمیبرن جنایتکارن. دعوا سر دین نیست، هر کسی برای زندگی کردن نیاز به تدبیر داره و تدبیر برنامه ریزی باید تو خون آدم باشه. و بخواد این برنامه ریزی تو خون آدم بره، باید از کودکی او رو مؤدب بار بیارن. آقا به هر ادبی، به ادب کمونیستی، به ادب نمیدونم شرقی، به ادب غربی، ولی به ادب. سیاسیونی که از بی ادبی در محیط آموزش و پرورش دفاع میکنن، اینا جنایتکارن. ما برای این که کسی رو متقاعد کنیم به گناه نکردن، قدم اول باید متقاعدش بکنیم به این که بدون برنامه نمیشه زندگی کرد. بدون برنامه نمیشه زندگی کرد. آدمی که هنوز عادت نکرده با برنامه زندگی کنه،
چرا داری از دین باش حرف میزنی؟ چرا داری از دین باش حرف میزنی؟ آدم با ادب اضافه کردن یکی دو تا ادب در بین آداب براش کاری نداره. میگه چیکار کنم؟ ادب نسبت به پروردگار راحت بکن. میگه چیه؟ اینجوری وایسا بگو الله اکبر، 5 دقیقه تکون نخور، سجده، رکوع، بلند شو، این ادبش. امام صادق میفرماید برنامه ریزی کردن جزء دینه و من الدین التدبیر. Thank you.